سلام، پویا گودرزی هستم و اینجا قسمت پنجم، اینجا که قسمت پنجم نیست، اینجا چنل یوتیوب منه و قسمت پنجم برنامه حلقوله در خدمت تو هستم. اما این قسمت قراره راجع به حیوانا صحبت کنیم. میدونم باز با گفتن کلمه حیوان یاد صمیمی‌ترین رفیقتون افتادید، ولی حقیقتا نه، راجع به رفتار عجیب و غریب بعضی از حیوانا قراره صحبت بکنیم. خیلی سریعتر میبریم جلو. اولین رفتار عجیبی که من دیدم، آقا من ظالم ترین پرنده دنیا رو پیدا کردم، یعنی واقعا ظالم ترین پرنده دنیا رو. یه فنچ استرالیایی فکر میکنید کجا تخم میذاره؟ یه فنچ استرالیایی من پیدا کردم رفته داخل باسن یه سگ دینگو، اونجا تخم گذاری کرد. البته از این دست اتفاقا داریم، حالا بریم یه دقیقه ویدیوشو ببینیم و بیایم. بله، دیدید که ما بی دلیل حرف نمیزنیم، با ویدیو حرف میزنیم. یعنی مثل این سایت های قدیمی نیست یا این کانال های تلگرامی قدیمی نیست که مثلا میزد نوازش مهران مدیری توسط مهران غفوریان به همراه ویدیو، بعد باز میکردیم میدیدید توی جشنواره فقط دستش پشت کمرش. آقا نکنیم، تیترها رو نزنیم. اما دیدی که واقعا تو باسنش تخم گذاشته بود. نکن رفیق، نکن این چیزی. البته ما اینجوری فک و فامیل زیاد داریم، دوستان، آشنایان، اقوام تو خانواده های خودتون اینجوری هستن، زندگی میکنن اونجا. نکنید، زندگی نکنید، تخم گذاری نکنید، بیرون چشه. این همه جا باید بریم اون تو حتما؟ من نمیفهمم واقعا. سرتون رو درد نیارم. مطلب بعدی که قرار راجبش صحبت بکنیم زنبورای عسل. یه فیلمم راجب زنبورای عسل من دیدم، این فیلمم خیلی عجیب بود. زنبور عسل، زنبور ماده، برای تخم گذاری میگرده دنبال این ملخ، اینجوری تو کنترل رشد ملخ ها هم تاثیر گذارن، میگردن دنبال ملخ ها. بعد ملخ مثل اینکه اون بو ملخ القاشون میکنه موقع تخم گذاری، ملخ رو میکشن با اون ابزاری که دارن. بعد به نرخ هر بدن، یعنی هر ملخ 2000 تخم. اینا چیه؟ اینا چراغه. اینا تخمای همون زنبور عسل، تو هر بدن 2000 تخم میذاره. بعد این ملخ رو بلند میکنه خودش، میبره خاک میکنه ملخ رو. این رفتار واسه خود محققا هم که الان دارن تحقیق میکنن رفتار عجیب و جالبیه. یعنی ملخ رو تخم گذاری میکنه داخل ملخ، ملخ رو بلند میکنه، میبره ملخ رو خاک میکنه، بعد خاک میریزه روش برای حفاظت از تخماش. بریم ویدیوشو ببینیم.
خب اینم ویدیو زنبور عسل که دیدیم، حالا زنبور عسل که دیدیم، اینم خیلی جالب بود برام. و اما مطلب دیگه‌ای که می‌خواستم صحبت کنم راجع به شتراست. در مورد شترها چی فکر می‌کنی؟ من خودم فکر می‌کردم که فقط تو گرما و حیوانی هن که میشه با بیابی برد جلو، یعنی وقتی آب نداشته باشی، جایی هن که بیابی هست، جایی هن که سخته، گرماست. اما یه سری شترها هستن که موهای بلندی داره و دوکوهان هست. نمیدونم دیدید یا ندیدید، حالا اونم ویدیوشو براتون میذارم. اینا فقط ساخته شدن برای دماهای هوای سرد، یعنی تا دمای منفی 30 درجه اینا کاربرد دارن. از 100 کیلو تا 300 کیلو بار میبرن. قدیما میگفتن تو ایران هم بوده ازش استفاده میکردن، اما چون زیاد این استفاده نبوده کم کم رفته. الان بیشتر مغولستان و چین ازش استفاده دارن میکنن. یه ویدیویی هم هست که در ادامه میبینی راجب، یعنی در مورد عشایر مغولستانه که از این حیوان دارن استفاده میکنن. این ویدیو رو هم ببینیم، بیایم و بریم سراغ مارمولک دریایی. اما مارمولک دریایی، مارمولک دریایی، آقا واقعا اسمش برازندشه، مارمولکه. شاید باورتون نشه ولی این حیوان ضربان قلبش رو کنترل میکنه و میاره پایین ترین حد ممکن به دو دلیل. یکی اینکه اون میزان اکسیژنی که زیر آب کمتر مصرف شه تو خونشه. دو اینکه چون دشمن اصلیش کوسا هستن و کوسا میگردن دنبال اینا، ضربان قلبش رو میاره پایین که کوسا از طریق ضربان قلبش اینا رو پیدا نکنن. حالا زیستگاهشون کجاست؟ معمولا کولومبیا، فلوریدا، اون یه تیکه اون بر. کدوم بر؟ اون بر. چی میگی؟ بعد یه چیز جالب هم بگم، این مارمولک ها اصلا زیستگاهشون تو آب نبوده، یعنی اینکه خشکی بوده. آب و اجدادشون به خاطر اینکه جلبقه های کف دریا رو بخورن وارد دریا میشن، اینا کم کم دریایی میشن. واسه انسان هم خطرناک نیستن. و یه چیز جالب هم این که داروین برای نظریه تکامل سراغ اینا رفته بود و ماها رو اینا تحقیق کرده بود که این نظریه رو کامل کنه. بریم ویدیو این مارمولکه رو ببینیم و بیایم با آخرین خبر در مورد میمونا من این برنامه رو تموم کنم. خب این مارمولک عجیب و غریب هم دیدید دیگه زیر آب. اما میمونا، یه خبر خیلی کوتاه خوندم، زیاد خبر طولانی نیست که بخوام بگم، اما خیلی جالب و باحال بود برای خودم اینکه یه تحقیق رو میمونا کرده بودم، مفهوم پول رو به میمونا یاد داده بودم و بعد از یه مدتی این میمونا برای اینکه غذا بخورن پول پرداخت میکردن. و جالب اینجاست که مفهوم ارزش پول و غذای ارزون هم فهمیده بودن، یعنی مثل بعضی از انسان ها حاضر بودن پول بدن ولی غذای بیشتر ولی ارزون تر خریداری کنن. یه اتفاق جالب بعد از این مدتی افتاده بود، اینکه میمونای ماده در ازای گرفتن پول تن فروشی میکردن. خیلی عجیبه، خیلی وزخیته. خیلی ممنونم که دوباره ما رو گوش کردین. ابتدای برنامه نگفتم ولی انتهاش میگم، لطف کنید اگر برنامه رو دیدین دوست داشتین حتما لایک کنید. لایکتون به مفهوم اینه که برنامه منو دوست داشتین. کامنت گذاشتنتون به من کمک میکنه که محتوای بهتری برای برنامه تولید بکنید. سابسکرایب کردنتون هم حمایت خودتون از چنل خودتون. پس ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید، برام کامنت بذارید. مرسی، دوستتون دارم. قسمت بعدی میبینمتون.